ببینم تو به بابای اردا گفته بودی میخوای بیای مسافرت. من؟ مگه من خدای نکرده دیوونم آقای شادبان؟ پس بابای اردل چی میگه؟ من چه میدونم اینا چه فکرهای مسخری تو کله شونه. سلام علیکم. بفرم. من امروز از سوانی هم سلام هم بی سلام. چی شد آقای جابری؟ یه هفته بیشتر نیم تو این اداره فعال کردیم. کلی کار رو سرمون ریخته. نمیتونیم به خاطر اید که بیان اداره تعطیلش کنیم که. ببخشید ایشون معرفی نکردیم. مشاور منم. ایشون. بله. قربان من... عید قرار نیست تعطیل بشه که من چطور مگه تعطیله عید تعطیله دیگه وقتی که شما دو تا میخواین راه بیفتن برن مسافرت اونجوری من چجوری باز نگه دارم تعطیلا قربان من برنامه سفرم به هم خورده آقا کسی پول و خونه و ماشین میده که عید بیاد اینجا رو فعال نگه داره یعنی اداره رو فعال نگه داره آره خب من اصلا نه برای این هدایا من اصلا عید سر کارم میام هستم من کاری ندارم بله آفرین اردل جان تو عزیز دلمی قربون شما برم خیلی ممنون چرا اینجوری میکنی؟ خیلی نامردی همه این برنامه ها تو فهمیده پس این همه برنامه بود نه؟ فقط دروغ برام میگفتی نه نه آره آقا سلام بچمینم بابا تو میدونستی که بابای اردل یه نفر رو برای تعطیلات میخواد آره چطور مگه پس چرا نگفتی من مگه چیز مهمی هستن من تازه میدونستم شما عید میخوام بریم مسافره میدونستی آره پچی اردل هم حتی میدونسته ولی کور خونده یک بلایی سرش بیاره من چه میدونم اردل هم کجا میدونسته خواهد برو ببینم کی میدونسته کجا فهمیده دیگه من چه میدونم آره بینیم بابا چی میگی؟ حالی من از تو بگیرم تو؟ بلایی سرش بیاره چی آخه؟ حالا بره بابا این چیه میگم؟ خیلی خواه من از اون اولش میدونستم ایار یک کاسه زیری یه دونه نیم کاسه است. این اردل میدونی همش بهانه میابرد میگم آره بابام مریضه بابام نمیدونم تنهاست گناه داره یک نا... از اون آدم های نامه بام شاد من مطمئنم این اردیخان مشک از اول میدونسته که دردی به کسی که بمونه تو اداره پاداش قراره بده تو آخه این اردله رو نشناختی من میشناسم ببین این از این ور اون ور خبردار بودی همه چی رو میدونسته من هک بارم ببین بام شد الکی خونه خودتو کثیف نکن اصلا مهم نیست بذار اردیخان عیدی بره تو اداره کار کنه عوضش ما میریم مسافرت انقدر بهمون خوش میگذره اصلا به هیچ عنوان ما هیچ جا نمیریم تو همین خونه میمونیم من میرم اداره کار میکنم این اردلم انقدر پیش بابات خودشو لوست نکنه یه دفعه میزنم نه میمونیم بام شد یه بار دیگه اونایی که گفتی از سر بگو گفتم که اگر ممکنه ما در تهران بمونیم که من سر کار برم از قدیم و ندیم گفتن آسمون بره زمین زمین بیاد آسمون ما میریم شیراز شیراز واقعا جای قشنگی ولی اگه نریم آخه بام شاد با من جر و بحث نکن ما میریم شیراز ما... درسته؟ اصلا یه کاری کن سه بار پشت سر هم با خودت بگو ما میریم شیراز ما به شیراز میرم آها ما به شیراز می رویم سایت جا ساید بر کیست سلام آقای پشندی سلام علیکم احوار شما
باز که شما اومدید آقای پشندی، بهتون گفته باشم اگه اومدید در مورد خاله من صحبت بکنی نکردی، اصلا خوشم نمیاد. من اومدم از کاری که دیگم بهت گفتم حرفایی زدم عذرخواهی کنم. هیچ فکرم نکن. چطوری؟ حالت خوبه؟ حالم خوبه، خیلی ممنون. شما اگه قول بدید که دیگه در مورد خاله من صحبت نکنید، منم از دست شما دیگه ناراحت نیستم. قول میدم اصلا به خاله هم هیچ کار ندارم، صحبت هم نمی کنم. بله، بله. خیلی ممنون. صبح هم میخوام برم واسه حلیم بخرم. بله. با هم دیگه کیف کنیم، عشق کنیم، جا حلیم بخوریم. خاله چیه؟ نقیش چیه؟ تقی چیه؟ راست میگه آقای پشندی. آره بابا. ما خیلی مخلص شماییم آقای پشندی. خواهش کنم. ببوسم. خیلی خوب. پس من الان میرم یه پارچ آب بیارم که تا صبح تشنمون نشه. برو بردی بیا. چشم. ساید. خاله اینها رو پیدا کردم، شماره خاله رو پیدا کردم. سلام علیکم. پدر جان بالاخره تشریف آوردین منزل. دیشب کجا تشریف داشتی؟ پلو آقای ساعد خان بودم. ساعد خان بودی؟ بله، ساعد جون. بله. چه خبر؟ خبر خیر. اون موبایل تو دونم. بله؟ موبایل تو. موبایلم رو بدم. بله. بفرمی. چجوریه؟ پدر جان شماره تونو بگید من براتون بگیرم. شماره من خصوصیه. بله؟ شماره من خصوصیه. خودم باید بگیرم. میگم پدر جون میخوایی بدی من یادتون بدم که چجوری شماره بگیرن؟ خب ببینین شارژش تموم شده. میگم من برم اینو شارژ بکنم بعد به شما یاد بدم. باشه؟ مرده تحکیت تو برم با این موارد. گوش خوبه این عوض موبایل. پدر جان خب شارژ این که دیگه دست من نیست، قربونت برم. همیشه دست. خیلی خوب حالا، خیلی خوب. دست میام. خیلی خوب بابا جان، خیلی خوب. یک روز نشد من با این آقا تلخی نکنم. الان چیکار کنم؟ بلند شو بریم، میخوام یه شماره تلفن بگیرم اینجا. پاشیم بریم بیرون. پدر جان سر صبح داریم صبحونه میخوریم قربونت برم. نخوری بلند شو بیرون. میخوام تلفن بزنم خصوصیه. بله. میگم اردل میخوای بریم واقعا بریم بیرون به خاطر اینکه شاید خصوصی باشه کار پدر، یه قدمی اما میزنیم. بله. عیال چیه بام شاد؟ دارم میرم لباسا رو بیرون پهن کنم، یه دقیقه صبر کنی زودی اومدم. هیچی کاری باهات به مصیبت نداشتم. چیزه، شما کاراتو انجام بده، راحت باش. الو؟ سلام آقای جابری، حال شما خوبه؟ بله بام شدم، بله. ببخشید آقای جابری، میخواستم میگم تا وقتی که من هستم چرا میخواید کارو به این اردل بدید؟ من خیلی بهترم. بله من اصلا میخوام تعطیلات رو اینجا بمونم که اداره رو بچرخونم. بله البته مزایا و حقوقم نمیخوام، حالا اگه فزور خواستید بدید دیگه میگیرم دیگه. خواهش میکنم. بله. چرا نمیشه آقای جابری؟ من مدیریتم از این اردله خیلی بهتره. من توانام، من خیلی فعالترم. این اردله آقای جابری. نه اجازه بدید آقا. الو آقا جابری،
الو اصلا گوش نداد به حرفم قطع کرد. خیلی خوب، من خودم بالاخره میدونم چی کار کنم. خب پدر جان ما داریم میریم، شما کاری نداری؟ نه خیر، فوری برید مطلع کنید. باشه پدر جون، میگم ما میریم بعد نیم ساعت دیگه بیام، اشکالی نداره. اشکال نداره، برید دیگه. چشم، خدافظ. حالا دیگه با خالد سایل قشنگ مفصل صحبت میکنم، هیچ مزاحمم ندارم. الو خاله خودتی؟ من سایدم. کی؟ سرما خوردم، صدام کمی گرفته. نه شما ناراحت نباش، چیز مهمی نیست. حالا فقط شما بیایید انشالله خوب میشه. خاله زنگ زدم بهت بگم برنامه مسافرت شیرازمون سر جاشه. آها شما برای روز اول عید تهران باش که بعد از سال تحویل را بیافتیم بریم شیراز. میدونم ولی برنامه ها دوباره عوض شد، حالا قرار شد بریم. آره آره پس من منتظرم. سلام به همه برسونید، خدا حافظ، منتظرم. چیزی شده بام شد؟ نه هیچ چیزی نشده. چرا؟ من فکر میکنم یه چیزی شده، چون تو هر موقع قیافت اینجوریه، یا اینکه یه چیزی شده، یا اینکه میخوای یه کاری بکنی، یه تصمیم داری، یه کاری انجام بدی. در هر صورت یه چیزی شده که تو راستش به من نمیگی، بگو. نه ببین عیال، من الان دارم به این فکر میکنم که ببین اردل خانم یا اردل خانم اردلو عیالشون منیجه خانوم دارن چیزه دارن اینجا میمونن، یعنی عیدو هیچ جا نمیرن اینجا میمونن. من میگم که ما هم اینجا بمونیم، دوره هم باشیم، دست بذاریم کباب. آهان عید دوره هم باشیم بهمون خوش بگذر دیگه. ببین بام شاد، من به اردی و منیز هیچ کاری ندارم. من به دوستام قول دادم برم کنار تخت جمشید واسه شون عکس بگیرم، بعد از عید بیارم بهشون نشون بدم. اونا مگه نمیتونن بیان؟ فقط به خاطر این دیپریشن این آقای پشندی حیوانی مقدار افسردگی پیدا کرده، اونام دلشون میخواد بیان ولی نمیتونن دیگه. ولی هیچ اشکالی نداره، ما عید میریم شیراز. آخه امروز یه اتفاق عجیبی بر من افتاد. من خونه نشسته بودم، آقای پیردوس اومد منزل. خوب. بندی خدا خیلی حالش بده، عیال انقدر گریه کرد، اصلا گفت من یه آدم تنهاییم، منو اصلا هیچکی دوست نداره. آخی. بعد به من گفت تو تنها کسی هستی بام شد که من تو رو تو این اهالی فقط تو رو دوست دارم. بعد گفت اگه میشه پیش من بمون، هیچ جا نرو، مگنه من میمیرم. واقعا گفت اینا؟ بعد منم گفتم که اگر انسانیت، اگر دنیا خراب شده باشه، اما انسانیت بام شد هنوز باقی است و انسانیت هیچ موقع نمیمیرد و من پیشت میمونم. ها؟ چیزی گفتی؟ گفتی چرا گفتی اینجا بمونیم؟ نه بام شد، یه مقدار اشتباه شدی، من گفتم ما ایتی میریم شیراز. تو یعنی اصلا این داستان اتفاقی افتاده اصلا متاثرت نکرد؟ نه بام شد، من تنها حرفی که زدم گفتم عید میریم شیراز. حالا سه بار بلند کشیده و واضح بگو ما میریم شیراز، 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 ما عید میریم شیراز. یا آهنگم میتونم بخونم؟ نه فقط بگو ما عید میریم شیراز، ما عید میریم شیراز، ما عید میریم شیراز، ما عید میریم شیراز. اونو خاموش کن. کوروش اونو خاموش کن. مایی میگم اونو خاموش کن کوروش. جانم اونو خاموش کن. من اینو گذاشتم شما نشنوی. این تکون خوردن دستامو خورد کرد. مایی سلام آقای پشندی، چه عجب از این طرف سری به ما زدی. خواهش بکنم جانا، ما اومده یه موبایل واسه تو بخریم. اه؟ برای خودت میخوای؟ آره موبایل برای چی میخوای؟ برای خودم. میخوام به کسی زنگ بزنی؟ یعنی بابا منظورش اینه؟ بابا برای خودم میخوام، میخوام زنگ بزنم دیگه. بس تو میخوام بزنم کی بهم؟
خب ببین من مقصود من اینه که شما بهتره تلفناتو از تو همون خونه بزنی. ولی من موبایل برات میخرم. خیلی معذرت میخوام. خب برای که من بخوام با یکی دیگه صحبت کنم. آره پس این جدیه. خب باشه. پول مول چی؟ پول مول نقد پولشی بهت میدم. ببین با پول نقد آقای پشندی همه کار میشه. که امرو اصلی بیا موبایل حاضره ورده ببر. خیلی ممنون متشکرم. خداحافظ شما. ببینم چی بود جریان؟ والا مثل اینکه یه تورایی از یعنی من فکر میکنم یه بوهایی دارم به هم میخوره، داره یه اتفاقایی میفته و باید تحتوشو در بینیم چه کلکی تو کاره. این بی خودی موبایل بگیرم و فلان اینجوری ها نیست. آره خب آره برده تلویزیون استاده مایه اردل حتما لازم این کار پوسید مبل خب لازم چی کار پیه میگی اینو دستمال این تمیز شده اردل الان عید میشه دو روز دیگه دیوار همچی کثیف پاک کن دیوارا رو اینجوری ببین آفرین اردل میگم حالا این موقع این کارام ساعت نمیدونم کجا غیبش زد که یه جوری کمک نکنه اپلی اپو آخه اردل خب عیده دیگه آقای ساعدم بر خودش نیست یه کاری داره کار داره اون چی کار داره مثلا اون کار داره ساعد خیز خوردینا همه نپاشنه بر قنچه‌های وجودم آخه پدر جان قنچه های نوشکفته زندگی چقدر شما امروز سر حالی چه خوب چه نباشم بله بله میگم که پیاده روی تشریف داشتین؟ نه خیر بله رفته بودم به پیردوس بگم یه موبایل براتون بخره موبایل براتون بخره؟ بله من مکمه بله من مکمه به هیچی نه بله سلام قربان ساعد جون ساعد جون اومد بله ساعد جون اومد ساعد جون تو من؟ بله 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 بیا تو دروازه نه قربان تو نمیام مزاحم نمیشم اگه ممکنه یه لحظه شما تشریف بیارید دم در کار دارم بله سلام قربان سلام علیکم ببخشید چرا نمیای تو نه من دیگه هیچ وقت خونه شما نمیام قربان بله هیچ وقت خونه شما دیگه نمیام بله الانم اومدم بهتون بگم که خواهش میکنم شما پاتون و هم شما هم پدرتون از کفش من و خالم بکشید بیرون چرت و پرت میگی چرت چی میگی؟ چرت و پرت نمیگم دیشب پدر شما اومده تو اداره بله. برای اینکه من تنها نباشم شب پیش من خوابید نصف شب که من خوابم برد دست کرد تو جیبم دفترچه تلفن منو دزدید بعد صبح به خاله من زنگ زد که عید بیا تهرون چرت و پرت برای چی میگی میزنم همینجا خفت میکنم چرت و پرت برای چی میگی؟ من چرت و پرت نمیگم قربان اون پدرتون چرت و پرت میگه که میاد نصف شب تو جیب من دزدی میکنه دفترچه تلفن منو برمیداره میگم حرف دهنتو بفهم تا این گلدون رو تو سرت خورد نکردم برای چی تهمت میزنی؟ من تهمت نمیزنم قربان زنگ زده به خالم گفته پاشو بیا تهرون حالا این کشفیات رو شما از کجا به عمل آوردی خانم مارپل؟ بله برای اینکه از دیشب بابای شما اومد پیش من خوابید تو اداره آه. از همون دیشب دفترچه تلفن من نیست یک دوم ما کسی رو نداریم مثلا خاله من تو تهرون هیچ کسی نداره که به این زنگ بزنه عید بیا تهرون من باید برم اونجا گوجه سبز هیچ ور همجوری شلوغ نکن پشت هم بله اول به دفترچه تو خیابون گم کردی؟ یه نفرم مزاحم پیدا شده زنگ زده به خالت بابای من به خاله تو چی کار داره؟ نه خیر قربان حالا اشکال نداره من به تحقیقاتم ادامه میدم ببینم آها. که این دفترچم کجا گم شده اگه مطمئن بشم بابای شما این کاری کرده ها من میرم مأمور میارم که بیاد ببرتش زندان ببر صدا تو مأمور میارم ببرتش زندان بله برو پی کار زندگیت بل. بابای منم به خاله شما کار نداره تحویلش هم نمیگیره زنگم نمیزنه چه برسه بخواد بشه زنگ اصلا یعنی حرف هم نمیزنه چه برسه بخواد زنگ بزنه بله برو اینجا من اصلا بله چشم برو چشم آقای ساعد نیومدن تو اردل نه بابا اونم دیوانه شده پاک کن چطور؟ میگه که دیشب پدر جان دفتر تلفنشو از جیبش ورداشته بعد صبح زنگ زده به خاله ساعد که پاش بیاد تهران مزخرف میگه پدر جان بله شما که نکنه شما زنگ زدی به خاله ساعد بله من زنگ زدم بله بله من زنگ زدم زنگ زدی به خاله ساعد بله دفتر تلفن ساعدم شما عجیبش برداشتید آره بهش گفتم بده نداد من عجیبش برداشتید بله
بابا بهش گفتم بده نداد. من عجیبش در آوردم. دفتر تلفنش. بله. اردل، من خیلی خوشحالم براتون پدر جان، چون معلومه که دل شما برای خاله ساید پروانه شده. نه، چه با نمک. چه با نمک؟ آره. با نمک این موضوع. خیلی. هنوز خاله ساید رو ندیده، به خاطرش سرقت انجام میده. پسورده که ببینتش که به خاطرش آدم میکشه که. اگه به جاش باشم آدمش میکشم، چرا نمیکشم؟ بله؟ اگه به جاش باشم آدمش میکشم. آه خسته نباشی. سلامت پدر جان، لطف بفرمایین به کسی نگین که دفتر تلفن ساید رو برداشتین. میره با مامور میاد ورد میدونه میبرت تا. الو خاله جان سلام، من ساید هستم. خاله جان من به اون کسایی که مشکوک بودم رفتم در خونه شون، حسابی تهدیدشون کردم. فکر نمی کنم دیگه جرأت کنم به شما زنگ بزنن. آخه خاله جون شما صدای من که ساید هستم با یکی دیگه تشخیص نمیدی؟ شما که اجازه بدین، شما که ماشاءالله آی کیوتون خیلی بالاست خاله جون. بله، حالا این دفعه اگه کسی زنگ زد شما جواب ندید. یه رمزی هست، اگه خودم بودم به شما زنگ زدم اینجوری میگم: الو خاله جان من ساید هستم. اون وقت شما باور کنید که من ساید هستم. ولی اگه یکی همچین چیزی نگفت، یعنی الو نگفت، یعنی ساید نیست، جوابش ندید. بله خاله جان ببخشید، من الان نمیتونم زیاد صحبت کنم، فقط بگم که الان برنامه مسافرتمون کنسل شده. برای اومدن تهرونم من خودم خبرتون میکنم. خاله جان نه عجله نکنید، من خودم خبرتون میکنم. بله بله، فعلا خداحافظ خاله جان. کارش یا که میکنی؟ بله من آباش که یک مش دیوانه را دور خودم جمع کردم که اینجا را کار بکنن، اداره را انداختم. میونه شما همین مشاور من یک ذره عقلش سالمه، بقیهتون که به یک شغلم خوب اینا میارزین. البته آقای جاویدی بنده رو از بقیه سوا کنی. حرف نزن، اتفاقا تو از همه شون بدتری. گوگل اونک باز اون اردل یک معرفت داشت که لااقل اید بمونه اینجا بسته نباشه. تو چی؟ اتفاقا من حرف نزن تو. قربان معذرت میخوام، شما اگه بخواین، اگه میلتون اقتضا کنه، من جمعه ها حتی میام اداره. نه اردل جان لازم نکرده، تو ایدم و چهار روز اولش مهم نیستا، ولی از روز پنجم میخوام که اینجا باز باشه، دایر باشه. رو چشم، رو چشم. چشم. بیا همایون جان. آقا میخواستم بگم که تو بسیار پسر باهوش و توانایی هستی. روی این حساب میخواستم که یه کمکی اگه بتونی به من بکنی. چی کار مثلا؟ چی؟ ببین آقا جابری رو حرف تو خیلی حساب میکنه و حرف تو رو خیلی قبول داره. این به خاطر هوش و اون توانایی های تو. نه میدونم. بعد به این خاطر میخواستم لطف کنی بهش بگی که بامشاد میخواد ایام عید رو تو اداره بمونه کار کنی. بعد بگو خیلی بهتر از اردل کار میکنه. ببین ایام عید رو اگه کار کنیم، حتی میتونیم به مشتری ها بگیم آقا سال تحویل ایام عید اداره بازه. یعنی تو واقعا سال تحویل هم اداره ای؟ بله. شما نمیدونید من عاشق کارم، اصلا میمیرم برای کار. بعد نه اینکه فکر کنی مثلا به خاطر پاداش و ایناسا، البته اگر به زور بخواید پاداش بدید میگیرم، اصلا این حرفا نیستی. آره. میگم این تبلیغ خیلی خوبیه برای اداره که ما اعلام کنیم باز اداره موقع سال تحویل. بله دقیقاً. اینی که من واقعا عاشق کارم، خیلی هم دوست دارم، ولی یه مشکل اینجاست. چه مشکل؟ فکر نکنم خانومت بذاره. خانومت نمیذاره. این چرا؟ رو این چیزا خیلی حساسن. میفهمی که چی میگم؟ بله همایون جان شما درست میفرمایید. منتها بنده یک مرد واقعی هم تو خونه. جذبه دارم. حرف فقط حرف منه. یعنی عیال من میدونه. من عاشق کارم. من وقتی بگم خانوم کار، فقط همین میگه باشه. مطمئنی؟ 100% مطمئنم. بس حل این قضیه؟ باشه اگه اینجوریه من حتما با آقای جاویدی صحبت میکنم، فکر کنم اونم قبول کنم. حله؟ دست در نکن. ها؟
ببین دست بیار بالا. سلام. حالا شما چطوره؟ خوبی؟ قربونتون بشم. بابا آقا کجاست؟ بابا رفتش، این موبایل و سیم کارت انداخته توش، همه چیش آماده است، فقط باید تلفن رو بگیری. گذاشت برای شما. خیلی خوب. دستش درد نکنه. خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. نگو چقدر میشه؟ گفت پولش رو با خودتون حساب می‌کنه دیگه. کار حساب می‌کنه. بله. خیلی خوب. جونم اینو می‌تونی یه شماره واسه ما بگیری؟ بله، اصلا اینو گرفتیم که براتون شماره بگیریم. چیه شماره‌تون؟ الان بهت میگم. چیه؟ صاف همینه. اینه. آه اینه. بزنی. بیا. مرسی. الو گوشی. الو گوشی گشتو. چی باید بگین گوشی پس. این پایین آنتن نمیده. بیار بالا. بیار بالا. آه. اینجا آنتن نمیده. چی شو؟ من یه خود حافظم کم شده. ها. مرتضی. آره. هر روز دیالوگ دیگاه میکنن. آها. آره باید. الو خاله جان سلام، من ساعد هستم. آره خودم هستم، تو خوبی؟ بلیت تهران رو گرفتی یا نه؟ نه مگه من نگفتم منتظرتم سر جاشه؟ سر جاشه هم تهران سر جاشه، هم شیراز سر جاشه. خاله تو بیا، من تمام دنیا میبرم، میگردونمت. آره بابا، پس همین الان برو بلیط رو بگیر، من دوباره به زنگ میزنم ببینم کی حرکت میکنی. ببین خاله حتما. اه الو الو حتی قد شد اروین نشده اینجا آنتن نمیده، باید داری دم در صحبت کنی. خدافظ. خدافظ. آره بابا تلفن رو گرفت، نمیدونی چی کار کرد که. دیدمش داره میره، حوصله‌ش نداشتم. دادی بهش موبایلشو؟ آره این خاله ساعد رو گرفت، صحبت کرد اینجا باش، کلی با خاله ساعد حرف زد. با خاله ساعد صحبت کرد؟ آره بابا اینجا تلفنش هم داد، من گرفتم براش. بعد یعنی چی؟ ای دعوتش کرد بیا تهران. نگاه کن ما داریم از تنهایی بی کسی میمیریم وقتی خاله ساعد دعوت میکنه تهران. به نظر من بابا این اصلا درست نیستش که آقای پشندی با خاله ساعد در روشی کنه. شماره رو تو براش گرفتی؟ بله. یادت شماره چی بود؟ بله. بگی شماره رو بده. اینه ساعد حرف زد، گفت من ساعدم. الو خاله جان سلام، من ساعدم. آره شما خوبی خاله جون؟ نه یه خورده تازه از خواب بیدار شدم، صدام تغییر کرده. آره میگه یه کلمه رمز رو نگفته بودی باور نمی کردم ساعد. نه با شما نیستم خاله جون. آره خاله جون ببین زنگ زدم بهت یه چیزی رو بگم خاله. آره زنگ زدم بهت بگم که اگه اومدی تهرانو یه آقایی هست به نام آقای پشندی، این یک آدم خطرناکیه، اصلا باهاش خاله جون صحبت نکنی ها، خطرناک. از دیدیش از تو فرسخیش فرار کن. در عوض یه آقایی هم به نام پیردوز، گل یه پارچه نمک. اصلا شما اومدی مستقیم برو پیش پیردوز، هر کاری داری برایت انجام میده. آره قربونش. آره شما را بیفت بیا کارت نباشه. ببین وقتی اومدی اینجا ها با پیروز آشنا شدی دیگه هرچی باش حرف بزنی اصلا از حرف زدن باش سیر نمیشی. آره خاله جون. آره دیگه ما منتظرتیم دیگه خاله جان، تشریف بیار تهران. آره قربونش. آره ما منتظریم، ما بهتون زنگ میزنم. خداحافظ. بابا تو دیگه کی هستی؟
چطور بود؟ خوب بود؟ کیف کردی؟ چرا من کیف کردی؟ استاد یعنی؟ اینا فکر کردن آره قربونش چیه اینا؟ آقا میتونی این شماره رو بگیری؟ بله، بله این رو بله خوشی قربان تو خیلی ممنون قربان خیلی ممنون الو خاله جان من ساعد هستم بله خیلی وقت از خواب بیدار شدم ببخشید اون موقع خداحافظی نکردم میخواستم یک چیزی مهمی بهت بگم که یک دفعه قطع شد بله ببین خاله جان وقتی اومدی تهران جون تو و جون آقای پشندی چی؟ چی گفته پشندی خزر را که؟ من غلط کردم مطمئنی اونی که این بهت این حرف و اینو گفته اسمش ساعد بود؟ نه شما این حرف ها کاری نداشته باش همونی که من گفتم جون تو جون آقای پشندی من دوباره بهت زنگ میزنم قربان تو یک پدری ازت در بیارم آقای ساعد فرخش زمان این بر ای سلام سلام بام شد کی اومدی؟ من تازه اومدم اداره چه خبر؟ هیچی بابا امروز این مشاوره حسن هی منو میکشید کنار هی نمیدونم گیر داده بود میگو بابا من کارت دارم کارت دارم هی میگفتم عزیزم چی کار داری؟ هی میگو باید گل بدی که به هیچ کی نگی خلاص چه کارت داشت بامشاد؟ هیچی فقط اعصابمو خرد کرد یه تقاضایی ازم کرد که اصلا موندم تو رو درواسی اصلا بامشاد یه کلام چه تقاضایی ازت کرد؟ هیچی بابا من رو کشیده کنار میگه که بامشاد من تو رو خیلی دوست دارم من ازت خواهش میکنم روی منو زمین انداز ببین به حالت بغض میگفت میگفت خواهش میکنم ازت اینجا بمون و اداره رو بچرخون من نیاز دارم به تو و میدونی من که میگفتم نه من با عیالم باید بریم تعطیلات و این چیزا میگفت نه خواهش میکنم ازت بعد منم توی یک حالت رو درواسی موندم بعد قبول کردم تو که مشکلی نداری؟ من نه اصلا هیچ مشکل ندارم باب شد فقط یه سال تحیرم میدونی اینا چیه؟ نه اینا چیه؟ اینا بلیط های شیرازمونه آها یعنی این که چی؟ یعنی این که ما عید میریم شیراز حالا سه بار بلند، واضح و رسا اینطوری که ملکه ذهنت بشه بگو ما عید میریم شیراز ما عید میریم شیراز ما عید شیراز نمیریم میریم شیراز ما عید میریم شیراز ما عید میریم شیراز ما عید میریم شیراز ما عید میریم شیراز داد زدی؟ ما عید به شیراز می رویم بی وفایی تو بی نظری بام شد دل من از کسی داغون شده باز شما اینجا چیکار میکنه آقای پشندی؟ ببینم حالا دیگه میری به خالت میگی که با این صحبت نکن خطرناکه آره؟ بله من خطرناکم؟ بله من خطرناکم؟ بله. من خطرناکم؟ آی سلام سلام آقای پشندی؟ بله بله آقای پشندی شما هستید؟ بله بله طوری شده پدرتون الان تو بازداشتگاه هستن گفتم به شما خبر بدین بازداشتگاه؟ برای چی؟ به تمام ضرب و شد ایشون با یه دونه چوب زدن سر یه نفر رو به اسم آقای ساعد هدایتی رو شکوندن 18 تا هم بخیه خوری سرشون ای خدا خوبی پدر جان؟ الحمدلله خوبه؟
خوبه. اینجا گوشی نداره؟ نه با گوشیاشو خرابه. آره؟ همش خرابه. پدر جان این کارا چیه شما تازگی ها میکنی؟ چیکار کردم؟ میخواستم اینو بکشمش. اه؟ شانس آورد. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اومده تهران. بله. گفته که با من حرف نزنه. خالش یعنی؟ به خالش. ساعت به خالش گفته بله. با شما حرف نزنه. بله. بله. خب چه اشکالی داره؟ برای چی انقدر ناراحت شدی حالا؟ صاحب کو من کاغذمو در بیارم گوله که اینو نوشتم. تو میدونی قد کیه؟ تو احساسات ترت میشه؟ تو تا حالا دلت برای کسی پروانه ایک سوخته؟ تو تا حالا تیر توی قلبت خوردی که ازش جیک جیک خون بیاد؟ اگه میدونی احساسات چیه که نباید اینو از من بپرسی. اگر هم که نمیدونی من دیگه چی به تو بگم؟ راست میگن پدر جان اردت، من واقعا به پدر جان حق میدم به خاطر اینکه ایشون خاله ساعد رو دوست داره و ساعد مانع از همه چی میشه. ایشون خب علاقه منده به خاله ساعد. بله. من شما حق میدم. بله. 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 من میخوام بدونم تو رو چه حسابی به بابام حق میدی؟ بابا اون خانوم خاله ساعده. ساعدم دوست نداره که خالش بابای من حرف بزنه. اون وقت بابای من باید ورداره با چوب بزنه سرش ساعدو بشکونه؟ بله اردل جان، به خاطر اینکه نگاه کن پدر تمام امید زندگیش خاله ساعده و میدونی ما باید هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم که به این طفلک پیرمرد پدر تو کمک بکنیم برای اینکه خوشحال بشه توی زندگی. خب اینقدر بی ربط هم به اون دوربین زل نزن و به جای این زل زدن توی دوربین پشت برو ببین میتونی رضایت خاله ساعد رو جلب کنی، خود ساعد رو ببخشید یا نه. اردل غیر ممکنه قربان، من سرم 18 تا بخیه خورده، برای چی بیام رضایت بدم؟ ساید جان بخشش از بزرگتر قربونت برم. ببین دست گل خریدم ازت آوردم، رنگ بنفش دوست داری؟ اون حالا پدر من بابا جوونی کرده یه کاری کرده. شرمنده ام قربان، نمیتونم. بابا جان تو میدونی قلب چی چیه؟ بله. تو میدونی احساس چی چیه؟ بله. بابا این دلش گیر کرده حالا پیش خاله تو دلش رمانتیک شده. بله. گناه داره اون تو بازداشتگاه. یه کاری کن رضایت بده بیاد بیرون. بله من برم رضایت بدم دوباره از زندان بیاد بیرون، زنگ بزنه با خاله من قرار مدار ازدواج بذاره. نه من رضایت نمیدم. بله. چی کار میخوای بکنی؟ اینقدر میخوام اون تو بمونه تا موهاش بشه رنگ دندوناش سفید بشه. با پدر من آخه دندونش کجا بود آخه؟ بله. بیا رضایت بده بیاد. نه قربان. به درک دیگه، فقط چشم تو چشت نیفته. بله بله آقای مشاور کامل در جریانم. نه ببینید اصلا امسال من دوست دارم عیدو تو اداره کار کنم که یه بارکی دیگه تمام مدت رو به این چیز باشم دیگه، سر کار و اداره و اینا و درگیر کار باشم. بله دیگه کسی که عاشق کار باشه همینه دیگه. من فقط یه سوال آقای مشاور، دقیقا نمیدونید این آقای جابری چقدر پاداش و اینا در نظر گرفته؟ با کی صحبت میکردی؟ با همشاد سلام. راستش در یک آن به فکر پسرمو افتادم که مدت ها ندیدمش، بعد اومدم زنگ بزنم یکی فوت کرد، من ناراحت شدم گوشی رو گذاشتم. ولی باهم شد، من خودم دیدم که تا من اومدم گوشی شما قطع کردی. نه اشتباه میکنین، یکی فوت کرد من ناراحت شدم قطع کردم. باهم شد. بله. ما عید میریم شیراز. بله فهمیدم. سه بار بگم؟ نه این بار 10 بار بگو. آخه خود بالاتر. آخ دست درد. آخه دست درد نکنه. خوبه خوبه. بابا. بابا. میخوای زنگ بزنی ببینی خاله ساعد راه افتاده یا نه بلیط گرفته چه کار کرده؟ راست میگی ها. شمارش یه دقیقه بگی ببینیم. بله یادته؟ رو حفظ بگی ببینیم.
الو خاله جان سلام، ساعدم، خوبی شما؟ چی شد بلیتو گرفتی شما؟ خب برای کی؟ به سلامتی. خب بس راه میفتی دیگه. خب ما منتظری، ما ببین رسیدی به ترمینال، رسیدی آژانس بگیر بیا ساعت. نه خودم پولشو میدم. آره ما منتظری، ما یادت نره. آره قربونش. آره چیشو؟ بیری تو گرفته قبل از تحویل سال اینجا. سلام. مگه من نگفتم تو این ورا دیگه پیدات نشه اون ریخت تو نبینم؟ اومدم برای آخرین بار بهتون اخطار بدم که پاتون از کفش من و خالم بکشید بیرون قربان. چی میگی دوباره تو؟ دیدین از چش خودتون میگی. چیه دوباره؟ دوباره همونی که شما خودتون میدونید. خوبه که باباتون رو انداختن تو زندون، هنوز ولکن نیستید. چیه؟ مشکل چیه؟ مشکل همینی که خودتون میدونید. بابای شما زنگ زده دوباره به خاله من که پاشو بیا تهران. تازه وقتی اومدی تهران از توی ترمینال آژانس بگی بیا اینجا، پول آژانسش هم من باید حساب کنم. آخه آی کیو؟ بله. بابای من گوشه بازداشتگاه، تلفنش کجا بود که به خاله تو زنگ بزنه؟ پس کی به خاله من زنگ زده؟ خب من چه میدونم کی به خاله تو زنگ من زده؟ من تمام اینا رو از چشم شما میبینم. اگه این حرفا تموم نشه، هر چی دیدید از چشم خودتون دیدید. بله. بله. بابای من که تو بازداشتگاه است، کی به خاله ساعت زنگ زده؟ خسته نباشین. سلامت باشین. حال شما خوب؟ شب بخیر. شب بخیر. سلام اردل جان، حالت چطوره بابا؟ دلم برات تنگ شده بود. خوب هستی؟ من همین الان میخواستم بیام پیشت، یه کاری واسط داشتم. یه نامه ای برای ما این شرکت اومده که قراره یه کارمند برای ما بفرستن. من این آقا بامشاد نامه نوشت که بابا ما کارمند نمیخوایم. اونا دو مرتبه یه نامه دیگه برای من نوشتن. منم نمیخوام مزاحم این آقا بامشاد بشم. میشه شما این نامه رو برای من بخونی؟ ببین چی توش نوشته. آی پیر دوست، نامه رو بز جیبه. بز جیبه تو. شما زنگ میزنی به خاله ساعد، بعد خودتو ساعد معرفی میکنی باش حرف میزنی. من برای چی من باید این کارو بکنم؟ پس کی زنگ میزنه؟ من چه میدونم کی زنگ میزنه؟ من اصلا شماره خاله ساعد رو دارم. شماره گیر آوردن که کاری نداره. قرب میبرم. من به خدا حرفت ناراحت شدم اردلا. حرفایی میزنی تو، اصلا چرا به من مشکوکی؟ آیه پیردوس شلوغ نکن. خب کسی که به خاله ساعد زنگ میزنه باید یه سن و سالی داشته باشه. خب تو این خونه شما سن و سال داری و بابای من. بابای من که تو بازداشتگاه است که میمونه. کی میمونه؟ یه نفر ده. همین دیگه، تو اشتباه تو همین اردل جان که فکر میکنی توی این خونه آدم سن و سال دار فقط من و باباتیم. آره قربونش. چی هست دیگه؟ یه آدم سن و سال بالای دیگه هم توی این خونه داریم. کی مثلا؟ جابری، این آقای جابری پدرزنه. بخورین گرمتون میکنه. آقا سلامت شد. آقا سلامت شد. پنجشنبه چطوری؟ قربونت برم آقا. آقا این بیسکویت مثل آقای پنجشنبه. قربونت این بیسکویت آقا من برای شما. به اینا ندی آقا. این بیسکویت برای شما. نکن دست زمین نمچون. پیردوس راست میگه، شاید آقای جابری به خاله ساعد زنگ زد. نه بابا فکر نمی کنم، بعیدم نیست خودش زنگ زده باشه. کیه؟ بله؟ کیه؟ چرا به من نگاه میکنی؟ هیچی، من هیچ. هیچی؟ رفت بچه با او چشای برغنی داد همجوری داری من نگاه میکنی؟
آقای من کارو تا بکن. چشم. آقای جابری، فقط من هستم که به شما نگاه نمی کنم و دارم کارم انجام میدم. خودتو لازم نکرده بر من لوس کنی گوگل اونک. کارو تا بکن. همه کار کنن. چیا باز دوباره نگاه میکنی؟ گفتم که فرق با تو نیستم. ببخشید آقای جابری، من یه عرض خصوصی خدمت شما داشتم. میونه این همه آدم با من عرض خصوصی داری؟ نه نه، میام خدمتتون میگم. باش ببینم چی میگی. بی تربیت بی حیایی چه حرکاتی که میکنی؟ نه اره به زهر ما را آره، چه مرگت هایی کاره چیا؟ زدم یک شتال تو رو انداختم بیرون همین الان ها. بابا من بابا میگم که شما برو اون ور. شما منظوری که نمیخوای تنهایی در بیای؟ گردیک تو از کجا فهمیدی؟ بله دیگه ما گفتیم که همه را به سر و سامان رسوندیم، خودمان ولی تو خوی ننشستیم و من تو غیغی تنها گفتم همدم چیزی باشه. حسنه من داماد شما هم دیگه بابا، بعد رو دروسی که با من دیگه نباید بکنی. تو برش اونجا بایستادی؟ چی میخوای؟ ای خودکارم اینجا افتاده بود ورش داشتم. گم شو برو سر جاد. اردل جان شما برو بشین سر کارت، حالا اگر خیلی هم کار نکردی نکردی، آخر وقت سر فرصت میشینیم با هم صحبت میکنیم. کارتو نبکنی. دست بردار. جناب پیردوس حق با شما بود، این پدرزن من بود زنگ میزده به خاله ساعت. من مطمئن بودم اردل جان تو این آقای جابری رو اینجوری نگاه نکن، از اوناشه. آره خب من الان چیکار کنم؟ به منیژه بگم؟ نه نه اصلاً به روش نیار، اصلاً به روش نیار و هیچی به منیژه خانوم نگو. آقای پیردوس پدر من تو بازداشتگاه قربونت برم. اشکالی نداره، دو سه روز اون تو میمونه، براش خوبه یه استراحتی هم میکنه، بذار خاله ساعد هم بیاد تهرون. بله بله. بعد ما یه فکر نمی‌کنیم هرچی با باد این روزا از این قضايا دور باشه. بله بله. براش بهتره. تو در این مورد با بام شادم هیچ نمیخواد بگی. آره قربونش. نه با اون که بابا، به اون که اصلا حرف نمیزنم که، اتفاقا امروز گفته یه توکی پاپاشو بیا خونه، من کارت دارم، نمیدونم چیکار داره. آقا جان اینی که دارم بهت میگم هیچی به روی خودت نیار. بله. به بام شادم هیچی نمیخواد بگی. بله. تو ما ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. بله بله. آره عزیزم. آره چرا کپ کرده؟ نه چیزه، من میگم که پس بعدا صحبت کنیم. آره آره خیلی قربونش. ممنونم. آره قربونش. من میگفتم به شما که کوروش درست شو. کوروش کوروش جا میگم تو برو بابا ببینیم ماس ماسک ها گوشت ورداره، همش تو گوششه. میگم درست شد دیگه همه چی. چقدر قهوه خوشمزه‌ای بود، دست شما درد نکنه. نوشه جانه با من کاری داشتی فرمودی بیام اینجا؟ نه دلم خیلی برات اردل تنگ شده بود، همینجور دلم تنگ شده بود گفتم ببینم تو، خلاصه یه گپی با هم بزنیم. و هم خیلی شیطونی ها در گوش این جابری چی میگفتی اینجا؟ بله؟ چی در گوش جابری میگفتی؟ شیطون بگو بگو، اگه چیزی هست ما هم شریکی، ما شریک پنجا پنجا. کارا چیه میکنی؟ چی میگی اصلا بابا جان؟ خودتو به اون را نزن بابا. هم بابا خیلی کارا میتونی بکنی، مثل شراکت، رفاقت.
من فکرم الان هزار جا هست، داره میترکه مغزم. فکر شراکت یعنی چی؟ اتفاقا من به فکر تنهایی تو و خیالاتی که تو ذهنت هست هستم. آره؟ و واقعا نگرانیتم، میتونم کمکت کنم. بله. با این فال قهوه دیدی؟ فال قهوه؟ بله. نه قربونت، من به فال اینا اعتقاد ندارم. خیلی ممنون. فالگیرت خوب نبوده، بندازش دور. فال برات میگیرم، فال جون من؟ آره، مولای دردش نمیره، جدی میگم. خب، فقط باید نیت کن. چشاتو ببند؟ بله. نیت کن. خب، نیت کردی؟ حالا فنجونتو آروم بیار، به طرف قلبت برگردون. برگردون. آه، یعنی بچرخونم. آره، چشام بچرخ. واکنم الان دیگه؟ میتونی یه ذره باز کن. نیت کردم دیگه. نیت کردی؟ حالا بچرخونم سمت قلبم. سمت قلبت؟ این بری. بعد چیکار کنم؟ حالا نیتت کردی؟ بله بله. حالا بده من. یه قلب افتاده توش، احتمالاً سر راد یه قلب قرار گرفته که تو البته نوشت، یعنی اینجا چیز شده که برداشتیش قلبه رو. آره. یعنی چی اومد؟ یعنی ازدواج کردی دیگه. ازدواج کردم دیگه، متأهلم. آره. اینجا قشنگ یه قلب افتاده دیگه. یه خنجر افتاده که به طرف قلبت نشونه رفته. واه. یعنی چی؟ این نشون دهنده اینه که یه پدرزنی یا مادرزنی داری که خیلی باهات چپه، یعنی آدم جالبی نیستش. بد اخلاقه یعنی. آفرین، بد اخلاقه. پدرزنم بد اخلاقه. آره. آره بعد یه مسافرت، یه اینجا یه اتوبان، این عوارضی، این یه ماشینا دارن میرن. آها، این آها، مسیر اصفهان شیراز. اصفهان شیراز مسافرت قراره بری؟ شیراز آره، صحبتش هست. چطور؟ ببین ستونای تختی جمشید اینجا قشنگ معلومه. آه، یکیش افتاده. بذار ببینم میشه یا نمیشه. بذار دقت کنم. آه، یه دهنیه که داره میخنده. واه، یه دشت سرسبز خرم. آه، این نشون دهنده اینه که تو میتونی بری به چیز مسافرت، میتونی بری. آره؟ گفته خیلی خوبه. خوبه یعنی؟ یعنی بله خیلی خوبه. از چه جهت خوبه یعنی؟ الان بهت میگم. آها، اینجا تصویر یه آدم خیلی خوبی افتاده که اینجا توضیح داده که اگه بری مسافرت کاراتو میتونی اینجا بسپاری، خیالت راحت بشه. اینو اینجا یه ذره نوشته. یعنی به اون یارو میتونم بسپارم. آره. واسه تصویرش ببینم کیه. یه گردی اینجاست. یه آدم چاقه. آخه یه آدم چاقه مهربونه. آها، اون داره دست نوازش به سرت میکشه. و اینجا داره میگه که نگران نباش، به راحتی به مسافرتت برو و کارها رو به اون بسپار. یه کیف سامسونت هم افتاده، یعنی کارها تو این همه این چیزا رو به اون بسپار و با خیال راحت به مسافرتت برو. اینجا افتاده. به اون آدم چاقه. آره. بسپارم. خیلی فعالت خوب بود. خیلی تموم شد الان؟ بله، تبریک میگم. حالا شما فنجونتو وردار، من فالتو بگیرم. برگردون سمت قلبت. بلدی؟ آره. انگوش بزن. بده من. بلدی ها اینا. یه اولاغ افتاده تای فنجونم. آره، خیلی گوشای زیبا و درازی داره. بعد یه باجناق افتاده این تا که داره دست میکشه رو سرش، نوازشش میکنه، گردم هست، این تایر ماشینه، دست داره میکشه رو سر اولاغه. آره، فهمیدی همه رو؟ داره کاملا اونو خرش میکنه. خب؟ عجب. منتها این اولاغه خر نمیشه، یعنی هرچی که این داره دست میکشه اون خر نمیشه. این
آره این اشتباه فکر کنم باشه. نه درسته. حتما آره. با جناق اون بامشاد فکر کنم اسمش هم بامشاد افتاده. چیزی هم این تا افتاده بگم اونم. آره افتاده که آره اینم این تا هست. خیلی یه صحبت هایی بود که میخواستم با شما بکنم آقای پنجشنبه. بعد اینجوری دیگه صحبت ها رو خب تو اداره هم میتونستی بکنی دیگه. واسه چی ما رو کشیدی تو این هوا بیرون تو این سرما آخه؟ خب آخه تو اداره نمیشد. میدونی چی میگم؟ آها یه سری صحبت هستش که اینجا بیرون اگه باشه بهتره. من نوکرتم. اداره کدومه؟ هوا به این دلی، هوا به این خوبی، اصلا همینجا حرفا رو بزن جان. میخواستم یه لطفی بکنی ببینی که این چه خبره؟ این اردل و بامشاد میگم بامشاد که منم این اردل و جابری خب چه حرفایی با هم میزنن. برو تو سرسرشون یه آماری ازشون بگیر بعد بیا به من بده. خلاصه جکرتم چش رو چشم همچین اردل و جابری برات بسازم که کیف کنی. اینو علل حساب من داشته باشم تا بعد برسم خدمتتون. قربون شما. بچه‌ای تر دیگه. عزت زیاد. پدر جان ببینید من این میوه ها رو با این کمپوت رو برای شما آوردم. بعد میدم که آقای نگهبان بده بهتون. پدر جان اینجا که ناراحت که نیستی که. چه جواب نمیدی؟ من کاغذم گم کرد، دیولکم گم کردم. بله؟ دیولکم گم کردم. نمیدونم کجا انداختم. دیولکتون؟ ای کاغذی بود. بابا اینا رو رو کاغذ ما نوشتیم دادیم شما که رو کاغذ بخونی. حالا اونا رو هم گم کردی. گم کردم، بله. بیا پدر جان اینو گم، آقا اینو بده بش. اینو گم نکن دیگه لطفاً. همونه؟ آره الان ببین جمله من این بود. شما اینجا ناراحت که نیستی پدر جان. یعنی چی ناراحت نیستم؟ معلومه که ناراحتم. دو روز دیگه عیده. من تو بازارچه‌ام. اون وقت میگی من ناراحت نیستم؟ همون شد الان این جملت. خب بله اردل میگم که راست میگم پدر جان. بله. اگه که پدر توی زندان باشه برای یه سال تحویل من تا آخر سال همجوری گله گله اشک میریزم. خب بابا جان ساعد باید رضایت بده که رضایت نمیده. حالا من خودم به درک. بله فضای سرتون خانه قراره دو روز دیگه بیاد. اگر بیاد من نباشم کی میخواد جواب این خاله بند خدا رو بده؟ بله بله اون تفلگی داره به امید من اینجا میاد. تو اصلا دلت میاد پدر پیرت گوشه بازداشتگاه باشه؟ خودت راست بگردی. خب رضایت نمیتونم بگیرم ازش چیکار کنم؟ اردل باید یه جوری رضایت آقای ساعدو بگیری. من نمیدونم. یا رضایت میگیری؟ بله منو بیاری بیرون. بله. یا اینکه افتادم مردم بعدش قصه نخور. آخ گرفتم. الو بفرمایید. الو بامشاد خودتی؟ بله خودم هستم بفرمایید. من مشاورم. سلام حالت چطوره عزیزم؟ خوبی؟ پسر توانا باهوش خوبی؟ خوب چه خبر؟ مرسی خوبم. ببین بامشاد من اون موضوعی که گفتی برای کار کردن عید دارم پیگیری میکنم. احتمال زیاد جور میشه. برای روز دوم فروردینم چند تا قرار کاری مهم گذاشتم. یه عده خارجی هم فقط هم دو روز تو ایرانن. تو که مشکلی برای اداره اومدن اون موقع نداری نه؟ نه هیچ مشکلی ندارم. چون هر زمان بگید من میام. باشه پس من قرار باهاشون فیکس میکنم. فعلا خدافظ. خدا نگهدار. سلام برسید. آخ
سلام ایال، خوبی؟ آها، خب باش، خودم میدونم. ببین بام شاد، ما به شیراز، عید به شیراز میرویم دیگه. آره، فقط آواز بخون و بگو. بس ما به شیراز میرویم، ما به شیراز میرویم، بی وفایی بی وفایی، ما به شیراز، گل من از گستاخون شیراز. عالی بود بام شاد. ای واقعا توی رضایت ساده از آقای ساعد نمیتونی بگیری؟ افتادم مردم، بعدش قصه نخور، بدونی که خونم کرده تو بیافته چیزی نیست. احوال جناب علی خوبه؟ خوبم، خوبم، به داماد گل من. بخبر، چه کار کردی بر من؟ اومدم اینجا خدمتون همینو بگم. بارک الله. الان بگم؟ نه، الان نه. پنجشنبه؟ بله آقا. چه غلطی میکنی اینجا؟ یک گردگیری کنم برم آقا. یک گردگیری مختصر، شما بفرمایید. شما بفرمایید. الان دوره برای من کشولی آقا. خب؟ این تعطیل که شد اداره، همه که رفتن، ما مثلا داریم میریم بیرون، یک ده دقیقه بعد برمیگردیم اینجا و من قشنگ بگو که چی کار کردی برای بابا جابری. ها چشم. برای مرخصی و مزایده هم هر چی دلت خواست به من بگو. خب مزایده هر چی خواستی بنویس بده اینجا بابا جابری برات امضا کنه. اتفاقا به یه مزایده احتیاج دارم. بنویس بده برات امضا کنم. بده من خودکارو. بده خودکارو بده به اردل. بده من اون کاغذو. بابا همه چی میخواهیم؟ شما آروم باش. بارا پاشو بریم، پاشو بلش کن، پاشو خبرها مهمه. برو خوش باش. چیزی فهمیدی یا نه؟ آره بابا یک چیزای مهم میفهمیدم. اردن میخواست یه چیزای مهمی با آقای جابری بگه ولی نگفت، که گفت بذار اداره تعطیل شه بریم بیرون، همه که رفتن ده دقیقه بعد برگردیم تو اداره حرفا رو بزنیم. آره. خیلی ممنون. قربونت. خدافظ. قربونت برم. قربونت. کثیف شده یه مقدار. شما چیزی نمیخوای دیگه بگی؟ اون جریانه. نه. قربونت. بقیه حرفا هم حالا بعدن بزنیم. بعدن میزنیم. خدافظ. خدافظ. آخش خسته شدیم، ما میگم خسته شدیم. کار تعطیل دیگه، بس برای امروز، بس اداره تعطیل شد. خسته نباش. خسته نباش. اگه اجازه بدید من با اجازهتون میرم که خیلی عجله دارم. برو. باشو. من تمیز کنم آقا بعد بریم. بفرمایید. خسته نباش. بفرمایید.
کار کردی. بفرمایید. آقا با اجازه. بله خسته نباشید. خدا خدا خدافظتون. میگم دیگه چه خبر؟ خبر سلامتی. میگم که یواشکی شما موافقین که بریم؟ یعنی بریم بالا؟ بذار مطمئن شم همه دارن برن رسن، کسی نباشه نبینم. آره بله خب بره. بله؟ آله بره. میخوای یه زدی باش. باش باش بریم بالا. بریم بره بره. شما اینجا وایسین. من بفر خب بگو ببینم چه کار کردی شیر یاروگا؟ گیر آوردی بر ما یک زن خوب یا ای که ما بازم باید غوی غوی تو خونه تنها بشینیم؟ نه عرض میکنم شیرم. فقط یه خواهش کوچیک دارم. خواهش کوچیک چی اردل جان؟ تو صد تا خواهش بزرگ از من بکن. جون طلب کو. اگر گره مگره بابا. عرض کنم که خواهش کوچیک من اینه که من یک همسر مناسب برای شما پیدا کردم. دمت گرم. حالا ولی یه خواهش کوچیک دارم، اونم که رضایت ساعد رو بگیرید بابای من آزاد بشه. شما اگه بخواید میتونید رضایت ساعد رو بگیرید. تو از همین لحظه بابات چی؟ آزاد شده به پندار. بله بله خیلی زنکیه. بگو خانومه. همون خاله ساعد خودمونه دیگه. خوبه؟ نه بابا. آره خیلی ساعد خودش بچه بدی نیست. بله خالش هم اگه اخلاقش خوب باشه بد نیست. میگن من شنیدم که خاله ساعد اخلاقش خیلی از خود ساعد بهتره. نه بابا. بله من که فقط بر منه اخلاق مهمه. بله آقا مبارکه. اگه گلی مگوله. مام شاد من هر کاری میکنم باورم نمیشه. یعنی میدونید چیه؟ غیر ممکنه. عیال باور کن با همین گوشای خودم شنیدم. اولت پدرت مخالفت کرد گفت نه بابا اصلا زشتی. بعد این عدل با چنان زیرکی رفت تو مخش هیپنوتیزمش کرد گفت خوبه که اصلا بند خدا این بابات اینجوری قبول کرد دیگه. یعنی اصلا ندیده شیفتش شد. ببینید آهان ببین بام شاد، یعنی این که خاله این آقای نصف سیبیل بیاد جای مامان منو بگیره فقط در یک صورت این امکان داره، اونم در صورتیه که مزد مرده باشه. عیال تو این عدل نمیشناسی. از اوناست. بله اون این کاری کرده. باعث بانیش عدله که این اردی خان اون روی سگ من و منیز و چی نشناخته بام شاد. اختیار دارید. اختیار دارید شما که روی سگ ندارید. ببینم منیج خانوم هم روی سگ داره. منیز روی سگ ندیدی؟ نه خیلی علاقه مندم. دوست داری ببینی بام شاد؟ با بله بله باشه تشریف بیارید بریم تا اون روی سگ منیز رو نشونت بدم. آخه ای اردل من نمیدونستم تو انقدر به فکر ددی من هم بودی واقعا. بد بد خواهش میکنم. من عصبانیتش هم ببینید. یه دقیقه صبر کن. این همه شما به فکر ددی من هستی؟ خب منم به فکر ددی شما. بعد دیگه دیدم پیرمرد یک سر و سامونی بگیره یهویی دیدم دلش همچین پروانه ای شده. آخه گفتم دیگه آره. چقدر تو مهربونی اردل واقعا. خواهش میکنم. بینم تو مخوای برای بیوام زن بری من منو موشی اینجا دستک همچینیزی که تو مخوای برای بیوام زن بری ها. بینم دلش چینی پروانه شوه ها مچینی والات کفشه مزنه دلا پتو پروانه ها که چینی قنج قنج بریزن دمین زمین رشونم داری بینم دلا پروانه همه اردل خواه فر کردشیم اونجا چی؟ ببخشین اون تلفن یه لحظه میشه بود. تلفن مخوای بیا به تلفن به سای خود بکنه. چی فکر
برای به وای ما. الو دادی جان خودتو برسون اینجا. منو کشتن. کی میخواد اردلو بکشه؟ وای دادی کانگراتولیشن، من اینقدر براتون خوشحالم. مبارکه دادی. دادی جون من واقعا خوشحالم که شما در این سال نو یک پروانه در کنج دلتون لونه کرده و بال بال میزنه. دادی جان من این خونه پر میشه از پروانه های کوچولو. در بچه اینجا کی میخواسته تو رو بکشه؟ اینجا که همه چی عادی هسته. I help you. پدر جان من اشتباه کردم، سوء تفاهم شد. من فکر کردم نه هیچ خبری نیست. خوب همه چی بده. خب حالا شما از کجا فهمیدین این قضیه رو؟ از اونجا که من حالا با بامشاد خیلی کار دارم. حالا منم اتفاقا یه سری کار دارم بیرون، با عزت اومد برم. بامشاد خان در این وضعیت شما میتونم برسم کجا تشریف میبرین؟ این یه کار خیلی مهمی دارم، الان برمیگردم. خب پاشو من برم اردل. کجا؟ پاش برم، اگه نمیخوای از ساید رضایت بابای تو رو بگیرم من. بله بله. پاش بریم. پاشو. میتونه مکشم بر قلوم بیده. ساید! ساید! بله. ساید! بله. بدبخت شدی. چی شده؟ تو خبر نداری که این عدل هست، این نامرد از اونجایی که باباش داده سرطور شکسته. بله بله. خب حالا چیکار کرده؟ رفته زندان دیگه. بله. بعد رفته تو جلد آقای جابری که خالتو بگیره. خالتو. واو. آقای جابری؟ بله. خاله منو بگیره. بله. همین آقای جابری. بله همین آقای جابری. نه. خالتو میخواد بگیره. کور خوندن؟ مگه من میذارم آقای جابری خاله منو بگیره؟ خیلی ممنون آقای شادبام از اینکه اومدی به من گفتی، منو در جریان گذاشتی. خواهش میکنم. من میدونم با اینا چیکار کنم. خالتونه. من میگم که بالاخره شما هوای خاله خانم رو باید داشته باشی و اینکه حالا هر چی خودت صلاح میدونی با این اردل انجام بدی دیگه. خیلی نامرده. من میدونم چیکار کنم. آقای جابری بیاد خاله منو بگیره. جابری خاله خانم. وا. بله بله اینا کور خوندن، من میدونم با اینا چی کار کنم. من باورم نمیشه. آقای پشندی من از همون روز اول به این اردل نامر چک کرده بودم. این آدم موزی چنان اینجوری مراقبش بودم و چنان خودشو میخواست تو قلب آقای جابری به چسبونه نزدیک کنه. نمیدونی آدمی که پا روی احساسات پدرش بذاره ببین چیه. به نظر من هیچ آدمی به جز شما به درد ازدواج با خاله ساعدو نمیخوره. اینو جدا میگم، اصلا بی‌تعارف میگم. برای همین من واقعا تمام تلاشم میکنم که این اتفاق نیفته. من اگر دستم به دستشون برسه میدونم چیکار بکنم. 100% باید این کار بکنی. یعنی به نظر من فقط سریعتر این کار بکنی، چون دیر میشه. این نامرد کاراشو داره انجام میده. فقط سریعتر. قرار بود اردل بره رضایت بر از ساعد بگیره. چطور شد؟ آقای پشندی اردل الان دنبال سفره عقد و این قندان که اینجوری میسابن به هم و سفره عقد و کیف و حال و ماشین عروس و این گل میزنن و دنبال این چیزا. شما فقط باید متاسفانه خودتون فکر خودتون باشید. ساید جان چرا رو زمین خوابیدی بابا؟ ببخشید آقای جابر، معذرت بخوام. من نمیدونستم که شما تشریف میارید اینجا. شرمنده خوابیده بودم. کار نداره بابا، من فردا میگم این مشاور برات اینجا تخت بزنه که راحت بگیری بخوابی. دست شما درد. که چیزه، برات خونه میخرم که راحت دیگه مال خودت باشه. خیلی ممنون آقای جابر. خانم من که نباید رو زمین بخوابه که. بله. بنگاره که بابا. ببخشید. آقای جابری متوجه نشدم. چی فرمودید؟ نه اشکال نداره. بله. متوجه نشد. ما باید متوجه میشدیم که شدیم. بله. من راستش متوجه نشدم، اگه ممکنی یه بار دیگه بیشتر توضیح بدی. بله ولش کن، خیلی مهم نیست. بله. 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 بگی بخواب تو، اصلا مورد چیزی نداری. فقط قبل از خوابیدن شما چیز کن، این رضایت بده که یک رضایتنامه رو امضا بکن که بابا اردل از زندان بیاید بیرون. آقای جابری من رضایت نمیدم.
رضایت نمیدی؟ بس باشه برو گم شازه داره من بیرون دیگه هم قیافت اینجا نبینم گند از همیل ببخشید قلم و کاغذ خدمتون هست؟ بیا بیا بابا جان قبلا نوشتن فقط شما امضا کن امضا کن نوشتن شما فقط امضا کن باری کلا پسر من امضا کن آفرین بنگاره که من باری کلا برو بابا تا برده بیا بده من سلام علیکم سلام حال شما قربان این رضایت نامه ای که فرمودین که بیاریم پدرمون آزاد بشه خدمت شما الان بعد چیکار کنیم پدرمون آزاد بشه الان مامورای ما رفتن دنبالش بگیرنش هر موقع گرفتنش اون موقع بیاد آزادش کنین البته چون با این جرم سنگین‌تر شده بله نمیتونید با این رضایت نامه آزادش کنید ببخشید مگه پدرم کجا رفته که مامورا باید بریم بگیرنش هنوز نفهمیدین یعنی چی نیم ساعت پیش آقای پشندی فرار کرده فرار کرده آره به یکی از همسلولی‌هاش هم گفته که اگه دستم به جابری و اردل بیفته تیکه بزرگشون گوششه عجب پیراخلوتیه این بابای تو